از اونجایی که رژیم در بلوچستان اهمیت هیچ وقت راستش رو بخواید براش بلوچستان اهمیت نداشته و همیشه خواسته های مردم بلوچ نادیده گرفته شده، به این دلیل که مردم بلوچ رو جوری تونستن میتونن کاری بکنن که به شهرهایی مثل بلوچستان، جایی که مردم به خاطر نژاد، مذهب و به دلیل فرهنگ های مختلفی که دارن از لحاظ مذهبی، اجتماعی و این باعث میشه این تفاوتی که با حکومت جمهوری اسلامی دارن این مردمان، به این دلیل اونها اختشاشگر، قاچاقچی، تجزیه طلب شناخته میشن و تلاش برای سرکوب کردنشون با بچسبای گوناگونیه که بهشون داده میشه. شما دارین میبینین تا حالا تو این 44 سال حکومت جمهوری اسلامی هر بلایی که خواسته تونسته سر بلوچستان دراره، به این دلیل که اونها رو تجزیه طلب خونده و این به مردم سرتاسر ایران این آدمها رو آدم‌های قاچاقچی و جنایتکاری رو شناختونده و به همین دلیل هستش که اولین متاسفانه این تصمیم شوم رژیم جمهوری اسلامی نتونستش ماندگار بشه. همونطور که شما دارین می‌بینین حالا بلوچستان رو نه تنها ایران بلکه تمام دنیا می‌شناسن و پشت این مردمان در آمدن و دارن از این انسان‌های بیگناه که به هر دلیلی کشته میشن، شما باورتون نمیشه تمام جوان‌هایی رو که دارن الان می‌گیرن، جوان‌های کودک ما داشتیم، کسایی که کودکن به 16 17 سال الان بازداشت شدن و منتظر حکم اعدام هستن. خب با توجه به چهره‌ای که از بلوچ‌ها در سطح ایران و منطقه با استفاده از تبلیغاتی که در طول دوران حاکمیت شناخته شده، این دلیل شده که متاسفانه بلوچ‌ها رو با اینجوری بشناسونن که من خوشبختانه میتونم بگم حالا تمام دنیا و ایران این مردمان رو شناختن و در کنارشون هستن.